سلام روشنک جون، سلام، چطوری؟ وام خودت چطوری؟ منم خوبم، مرسی مرسی. خبر اوضاع احوالت چطوره؟ باز احوال عالی، خیلی خیلی خوشحالم با هم داریم صحبت میکنیم. منم همجور، مرسی وقت گذاشتی. خیلی بسیار زیاد خوشحالم و هیجان زده. ببین الان امروز که داشتم آماده میشدم فکر کردم که از کجا قرار شروع کنیم، بعد فکر کردم یکی از بهترین مقدمه ها میتونه نحوه آشنایی من و تو باشه. Oh, all right. Let's do that. Okay, let's do Come that. on. تو بگو. نه، تو بگو. من یادمه که تو زمان کووید بود، بعد شالی زمردی یه پستی استوری کرد از یه دختر شادی که داشت میرقصید، یادته؟ Oh my God، اون بوده؟ من از اونجا بعد من رفتم تو رو، مثلا رفتم تو، قشنگم یادمه، قشنگ یادمه، یا پام شکسته بود یا هنوز نشکسته بود، نه نشکسته بود هنوز، و قشنگم اون روزا رو یادمه، خیلی روزای سختی بود، ما اینجا تو تورنتو همه تو خونه بودیم و اینا. بعد رفتم تو رو رفتم تو پیجت نگاه کردم، او مای گاد، نوشته فایر واکره که یعنی از روی آتیش رد شدی و اینا. بعدم او مای گاد تونی و اینا. حالا من همیشه تو پادکست میگم لایک مایندد پیپل، آدمایی که مثلا هم فکر میکنن. بعد چیکار کردم؟ بهت مسج دادم، تو هم آنان جواب دادی و همون شب من و تو با هم یک ساعت خورده صحبت کرد. میگه آره، من همین حتی جا نشسته بودم. آره من حتی چیزایی که بهشون نگاه میکنم با طرف زدن یه لحظه اومد جلو چشم، من همین جا نشستم این برداشتم میکنم قشن یادم لای در اینجا رو داشت. بعد همسر من یک تو دفعه اومد گفتم you cannot believe، مثلا یکی به دیگه گفت واو، ببین سوشال میدیا داره برای تو چه کارهای عجیب و غریب میکنه. و همون شد که من و تو با هم آشنا شدیم و بعد شروع کردیم با هم حرف زدن. و یادم اون موقع من قسمت تونی شدم بود، قسمت یادم رفته بود که از استوری شالی بوده. واو، راست من نصفه شروع میکردم این فقر رو دیگم. بعد دیگه ماجرای تونی شد، مثلا دیگه خب خیلی چیزای مشابه پیدا کردیم. میخوای اینجا بچه تو بگی؟ من به اینجوری که تو گفتی حافظات خیلی بهتره احتمالا تا بهتر تعریف میکنی، ولی چون منم که اصلا اتفاقا منم اینجوری بودم که خب حالا در مورد چی میخوایم صحبت کنیم بگم. نحوه آشناییمون خیلی نحوه آشناییمون خیلی خیلی جالبه. درست 2020 بود یادمه، واو، قشنگ یادمه. آره، و من یادمه چقدر حرف زدیم هم در مورد تونی هم در مورد کارهایی که کردیم خودمون. آره راجبه اصلا بیزینسامون با هم صحبت کردیم، هر کدوم گفتیم چی. من بر تو گفتم من از کجا شروع کردم، با تونی کجا آشنا شدم، من که از راتیش رد شدم او 180 سال پیش. آره، بعد تا عکست موقع عکست با تونی بود. آره آره عکس من اون موقع با تونی بود. آره آره واو، خیلی وقت پیش ها، یعنی خیلی الان که گفتی همینجوری خیلی نیست، 3 سال پیشه، ولی انقدر اتفاق 3.5 سال پیشه، ولی از اون موقع تا حالا انقدر برای من و تو اتفاقات متفاوت افتاده و انقدر راه زندگیمون عوض شده و انقدر بالا پا و انقدر تو سوشال میده چیزای عجیب غریب دیدیم، چقدر ما چیزی آره. یاد گرفتیم. بعد تو با هم شروع کردیم، تونی یه اپ گذاشته بود، یعنی همزمان واتساپه. آره. ما تو با هم شروع کردیم، هر کدومون یه کورس اون اپ رو خریدیم. آره. بعد شروع کردیم بچه ما این کارو می‌کردیم، مثلا یه جلسه من اون چیزایی که توی هفته گذشته خونده بودم می آوردم تعریف میکردم، روشنک نوت برم داشت، بعد بر خودم هم دوره میشد یه هفته روشنک. بعد من روشنک توی یه مدت کوتاهی دو تا ترینینگ کورس کامل اتونی رو تموم کردیم، برای اینکه خب تو اینقدر کانتنت داری و محتوا داری نمیدونی چجوری اینا رو بخونی و اینا. آره، با یادش بخیر. بعد دو تایی با هم روی قسمت های مختلف همدیگه کار کردیم. خیلی خوب بود. من هم همینطور، منم دفترم رو دو قسمت کردم، از یه سمتش چیزایی که اون در کورسه که تو برداشته بودی و می نوشتم، از اون مره دیگه اون کورس خودم. خیلی خوب، و اکشن میخوام اینو پیشنهاد کنم به همه که اگه یه نفری رو دارین که مثل خودتونه طرز تفکر مشابه داری، لزومی نداره که ما اون قصه همون ندیده بودیم. اصلا ندیده بودیم هنوز. آره،
آره در میخوندیم این کورس رو، بعد مثلا من یادمه، بعد میدونی تازه یه کمک بیشتری هم به خود آدم میشه، برای اینکه تو وقتی میخوای یه چیزی رو به یکی دیگه یاد بدی یه جور دیگه یاد میگیری. آفرین. آره و نوت من هایی که اصلا برات باید. ببین، مثلا من وقتی یه مطلبی رو نوشتم دارم برای تو میگم، بر من یه چیز دیگه شاید خیلی جالبه، هی روش تاکید میکنم، بعد یه دفعه تو میگی راستی اینجاش هم اینجوریه، بعد من میگم آره اینو من دارم میگم، ولی انقدر بهش دقیق. خیلی بهش واقعا این پارتنر که یه آدمی باشه باهاتون دوست شریک یادگیری، بعد هی با هم دیگه. ببین یه کاری که کردیم اون بود، یه کار دیگه که الان اومد تو ذهنم که خیلی جالب بود، یه مدت با هم میکردیم، آهان توی کلاب هاوس بود، یه مدت توی کلاب هاوس با هم، تو که روم داشتی بعد راجب تونی حرف میزدیم. آره، من خیلی 6 ماه فکر کنم از موقعی که جمعه ها right؟ آره جمعه، دقیقا جمعه، no matter what، اصلا مهم نبود که کجام، بارها از تو هتل، از تو جاده، از یادم نمیره هاوایی بودیم، تولد همسرم بود، من صبح زود از خواب، ساعت هم متفاوت شده بود، ولی صبح زود از خواب بیدار شدم، یادم میمیره توی تخت اونجا نشسته بودم، قشنگ 1 ساعت ترینینگ، همیشه هر هفته آموزه های تونی رابینز داشتم. آره اینجوری بود، روم این بود، روشنک چیزایی که از تونی یاد گرفته بود یه موضوع تاپیک می آورد، بعد همه میمدن حرف میزنن، خودش هم اضافه میکرد. That was really good. خیلی چیز یاد گرفتیم. من اصلا 100 سال کلاب هاوس نرفتم. منم هم همینطور دیگه، از وقتی استاپ کردم اونو دیگه کلا نمیرم تو اپلا. بعد دیگه اونم یه دوره خوب بود دیگه، من از طریق کلاب هاوس هم خیلی تصمیمات جالب جیبی تو زندگیم گرفتم، چیزای جالب یاد گرفتم. That was good. ببین بیا خودتو روشن، اگه بخوای تو خودتو معرفی کنی در چند خط چی میگی؟ از وقتی اومدم امریکا، یه حدود بیشتر از 10 سال اومدم امریکا، لس آنجلس زندگی میکنم، اسمم از وقتی اومدم گفتم من روشام، که مثلا براش راحت تر بشه، و بدتر شد، خیلی منو راشا صدا میکنن روسیه، و من باید بگم نه هم روشیم میگن، اصلا یه وضعیتیه. روش هم میگه. آره نه روشی میدونی، فقط تو میگی اکچولی مامانم. آره چی شد آره این اسم ختم شدم؟ اتفاقا آها یه نفر دیگه هم گفت، دکتر شهیم هم اکچولی من یه بار که شما معرفی میکنم گفتن روشی، گفتم چه بامزه. آره هر کی خالص من یه چیز صدا میکنم. لیسانس حسابداری دارم، فوق لیسانس MBA مارکتینگ دارم، بیشتر از 18 ساله که توی کار مالی و فایننس و همه جور کار مالی بودم، بزنس خودم رو از یه حدود میشه 4 سال پیش شروع کردم، که بزنس کوچ هستم، بزنس کوچ هم کانسالتنت، مشاور کسب و کار، و سرتیفاید هستم، و به علاوه این که کاری که میکنم کمک میکنم به بزنس اونرها، صاحبای بزنس، که بتونن پول بیشتری بسازن. چه جوری؟ با فهمیدن عدد رقمشون. من یه کاری که میکنم عینک میدم به آدما که اینا بتونن ببینم کوش عینکای من بیارم کدومش رو میاره، بذار ببینیم روشی بیا تنجبلش کنیم به نظر زرابی. من این بگ چشمه، بذار با کدوم بهتره، بعد روشی اینو میذاره رو چشم من. آره منم میگم اینجا رو میبینی. من میگم آره دقیقا همین اتفاق میفته، و بعد من یه عینک دیگه بهش میدم، میگم خب حالا که تو عدد رقماتو دیدی ترس بود، حالا بدون که آره با این یکی عینک میفهمی که اوکی، حالا که من عدد رقمو دیدم و دیدم چه اتفاقایی داره توی بزنسم میفته، حالا براش چه کاری میتونم بکنم، چجوری میتونم هزینه هم ببرم پایین تر، درآمد هم ببرم بالاتر، کجای بزنس هم باید روش مارکتینگ رو انجام بدم تا بتونم فروش بیشتری داشته باشم، و در کنار همه اینا روی مایندستشون هم کار میکنم، مایندست بزنس اونرا، به خاطر اینکه 80% موفقیت هر بزنسی از مایندست و طرز تفکر صاحب اون بزنس. آره ببین بیا یه ذره راجع به این مایندست کوچولو بگو، یعنی چی مایندست؟ میخوام من از خودم یه مثال بزنم تو برام تعریف کنی، مثلا مثلا من میگم که من نمیتونم مردای مثلا آقایون بالای 50 سال رو کوچ کنم، یه مایندست دیگه رایت؟ آره دقیقا یه این میشه در واقع یه لیمیتینگ بیلیف، یه باور محدود کننده که
تو وقتی به خودت اینو میگی، حالا ببین چه اپورتونیتی ها چه درایی رو خودت داری میبندی. دقیقا چون اتفاقا دقیقا همین مثاله که زدی همین پریروز اتفاق افتاد، خیلی جالبه آخه ببین که سر آدم ها همین مشکلشونه، یعنی فرصت اینجا نوک بینیشونه. و آره بچه ها میبینیم ما چقدر چیز لغت های مشترک داریم. باور محدود کننده مال تونیه، چون من یه اپیزود کامل پادکست رو راجبه نمیتیم میلیپسا صحبت کردم، برای ریچوال های اپیزود دیگه و دقیقا تعالیم تونی رو واقعا ببین چقدر مهمه. روشنه خیلی خیلی. بعد این باوره که از بین میره، actually firewalk رو اگه در موردش حرف نزدید that's a good one که میشه در موردش صحبت کرد. ولی وقتی این محدودیت از بین میره، درایی به روی آدم باز میشه و اتفاقایی میفته که خود اون اتفاق رو ول کن، اون درایی که بعد اون باز میشه، یعنی میگه دیگه چیز دیگه ای هست که من فکر میکنم درسته و بهش باور دارم که غلطه. بعد اون آره وقتی که زندگی آدم خیلی تغییر آره میکنه. دقیقا درست مثل اونیه که میگه اگه من این یه کار رو تونستم بکنم، پس خیلی کارهای دیگر هم میتونم بکنم. پس اگه من راجع به اینم اشتباه فکر کنم، نکنه من راجع به چند تا چیز دیگه هم دارم اشتباه فکر کنم، نکنه میشه یه ذره دیگه فکر کرد که یه دقیقا موقعیت بهتر بیاد. دقیقا اگه دقیقا بتونی یه نفر تو مسیر زندگیت که تا الان طی کردی حذف کنی، کیه و چرا؟ اولین کسی که اومد تو ذهنم میخواستم بگم، ولی اکچولی اون باعث خیلی از موفقیت هم شده، از بدی زیاد. ابدی زیاد. آره یه مدیری داشتم که آخ پشت، آخ آخ آخ. آره انقدر این بد بود که منو به اینجام رسوند و همین به اینجا رسیدن اکچولی به قول معروف بلسینگ بود، یه اتفاق خوب بود چون باعث شد بحثت که کرد بیرون از کامفورت آره کیو زندگیم کلن حذف میکردم. ببین یه باوری هست که من باش تازگی ها هیچ دیگه قبولش ندارم. قبلا گفتم این هست که میگن هر کی تو زندگی ما به یه دلیلی میاد فلان. من معتقدم همه آدما لازم نیست بیان تا ما همه درس رو یاد بگیریم. ما یه درس رو یه موردی به یه وجهی یاد میگیریم تمام میشه، حالا دیگه یه زاویه دیگه شد دیگه هزار نفر نه دیگه میدونی آره با خودت. در واقع همش اینه که اینا هستن دور و بر ما، خب یه دایره است، بعدن یا یه ضربه میخوریم درسش رو یاد میگیریم میریم تو دایره بعدیه، یا درسش رو یاد نمیگیریم عین همون ضربه رو از یه جای دیگه دوباره میخوریم. So it's up to us، به خودمون ربط داره که از این دایره زودتر درسش رو بگیریم بریم تو دایره بعدی و دایره بعدی هم. یعنی باز اونجا هم درس بعدی درس بعدی، ولی بعد در بلند مدت که بهش نگاه میکنیم رشد کردیم، از دایره کوچیک به دایره بزرگتر 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 رفتیم. خب حالا به من بگو کیو هست میکردی؟ فکر کنم یکی از آشناهامونو، یک چند حالا ببین که دارم حذف میکنم. چراییشو بگو، برای من این مهمه. برای اینکه مثلا خیلی هرس من آدمای من هرس آدم ها رو کلا زیاد میخورم از قدیم، هم خیلی بهتر و بهتر شدم. مثلا وقتی ببینم یکی رو خودش کار نمیکنه من خیلی عذاب میکشم، انگار منم، انگار به من رفته. ولی مثلا الان یه چند تا آدم یه تو ذهنم که همشون شبیه همن اکچولی و زندگیشون خیلی دارن هدر میدن و سالهاست هدر دادن و هیچ معنی زندگیشون نداشته. اگه میخواستم کسی رو حذف کنم اونا رو حذف میکردم. ولی همین الان که اینو میگم، همین الان که اینو گفتم، بعد میاد تو ذهنم که شاید اگر اون آدمای بی آر بی خاصیت وجود نداشتن، این حرصه تو من به وجود نمی اومد که من نخوام اون شکلی باشم. جالب این سوال همیشه آخرش به همینجا ختم میشه. آره اگر روز یه روز تو فردای تو رو ما بکنیم 25 ساعت، Thank یعنی you. 3 ساعت از رو کار کنی، نه آره نه یه دونم قالیچه سلیمون میدیم بهت که زمانت هم سیف شه، تو یه ساعت میتونی تو شهر خودت باشی یا هر جای دیگه دنیا، کجا میری چیکار میکنی؟ I would go to Rome. دوباره تو روم. دوباره روم. واره فان می داشتم چون که کجا؟ کجا همین میرفتم روم، چون خیلی آدما چیلن و واسه من توش خیلی درس داره، چون که خیلی آدما زندگی رو راحت میگیرن ولی بیار نیستن مثل اون قبلیه که گفتم حذفش کنم. یک خط باریکی وجود داره بین این بین بیاری و چیل بودن. آره شاید هم چون کشورشون باحاله، غذاشون خوشمزه است، بستنی دارن، من دوست دارم. ولی یه ساعت، چون من تمام ساعت ها متقریبا دارم یا
چیزی یاد میگیرم یا دارم کار میکنم فلان نه، حتما اون یه ساعت رو حتما حتما خودم مجموع کم فان داشته باشم. اصلا یه ساعت مال فانه. چیکار میکردی؟ میرفتی بستنی میخوردی؟ آه چیکار میکردم؟ او خیلی کار سخت، خیلی سال سختیه، چون که یه چیزی که I'm missing، یه چیزی که برای من باید یاد بگیرم و یک سال بیشتره که دارم سعی میکنم یاد بگیرم، اینه که چجوری فان بیشتر داشته باشم، چطوری جوی بیشتر بیارم تو زندگیم، چون لذتمو از کار میگیرم، برای من سخت پیدا کردن یه چیز دیگه. به ولی خاطر چیکار خودش میکردم؟ کار نباشه، چی نباشه؟ که فان باشه ولی کار نباشه. کار نباشه. آره فکر کنم میرفتم توی کافه میشستم، مردم رو نگاه میکردم، ترجیحاً کافی و هی بستنی، هی کافی میخوام بستنی اوه، بستنی رو اونقدر میشم. نیستم ولی کافی رو خیلی هستم. آره خب اگه تو هم بودی که خیلی خوب آره میشد. دو تایی بریم، من یه بیا کالیچر من سر رو با قالیچه میام آره برش. بیا منو وردار با هم بریم. سر آره خدایی سر راتم. آره سر رو هم از کوچولو که همیشه لبخند به لبت میاره چیه؟ لبخند که همیشه رو لب من هست، ولی یه آره چیز همیشه کوچیکی هست. لبخند رو لبم میاره. الان که اینو گفتی، مثلا دارم به روزایی که لبخنده هی اومده رو لبم و تو ذهنم مونده فکر میکنم. دو تا چیزه، یکی اولین باری، اولین لبخندی که خیلی خوب تو ذهنم حک شده، روزیه که از پلای شرکتمون تو ایران، شرکت مفنا کار میکردم، داشتم میرفتم بالا، یا هیچ وقت خیلی نمیره که وقتی میرفتم بالا یه لبخند خیلی خوبی داشتم، چون که استخدام شدن اونجا خیلی سخت بود و من یه روزی به اونجا به عنوان یک رویا نگاه میکردم. آره و وقتی که خودم استخدام شدم تو مفنای مادر که 5000 نفر آزمون بود، فقط 150 نفر اول تو رشته‌های مختلف انتخاب کرده بودن برای مفنای مادر و من یکی از اونا بودم و همه بچه های خیلی خیلی خفن، همه شریف و بهشتی نهایتا دیگه و اینجوری بودم و من یادم نمیره که اون موقع که از قشنگ خودم میبینم که از پلا میرفتم بالا یه لبخندی میزنم که دفعه اول بود که داشتی، روز اول کاریت بود. آره و خیلی نه فکر کنم اکچولی نمیخوام یه موقع دروغ نگم، نمیدونم بذارم، خیلی روزها اون پله رو که میرفتم بالا هی یادم میافتاد که واو I did it، you know، سخت‌تر اینجایی بود که میشد کار کنی و بهترین شرکت غیر دولتی، حالا الان دیگه چیز شده ولی اون موقع خیلی دولتی خوب، شده الان؟ نه الان دیگه خیلی عوض شده، دیگه عوض کردم. آره یکی اونه، یکی دومی هم چیزی که خیلی منو روشن میکنه، انرژی به هم میده، لبخند رو لبم میاره، وقتی که یهو یکی به هم یه مسیجی میزنه، یه موفقیتیش رو شیر میکنه و منو تو اون سهم میدونه. خیلی وای چقدر حس خوبیه، آره خیلی حس خوبه. منم راستش بخوای هر وقت که یه ذره انرژیام پایین نمیرم، کامنت های پادکست رو میخونم، چون نوشتن اونجا آماده است دیگه. حالا برام هم لطف کن دایرکت میدم، ولی اون کامنت ها، یا مثلا کلاینت هم به مسیج میدم، ولی اون کامنت ها خیلی مزه، چون غریبه ترین آدم ها. آره یهو همین مثلا همین که میگی تو یوتیوب، من یه دفعه یکی کامنت گذاشت و اصلا نمیشناختم، نمیدونم کیه، بارها پیش اومده، مثلا یکیش این بود که مثلا نوشته که چقدر این زندگی من، اصلا حرفی که من زدم باعث شد که سیگار کشیدن رو بذاره، یعنی یه چیز مثلا اینطوری که واو، اصلا در مورد سیگار نبود، در مورد فکر کنم خلاصه کتاب، دو تا کتاب مربوط به عادت بود، عادت های اتمی و اتمیک هابیت. آره اتمیک هابیتس و پاور اف هابیتس، قدرت عادت، و مثلا یکی اون نوشته، یه نمیدونم نوشته من هر روز قبل اینکه برم سر کار مثلا از ویدیوهای شما یکیشو نگاه میکنم. خیلی حس خوبیه. خب تو 3 کلمه خودت توصیف کن. صادق، آقا صادق، دل نازک، دیگه چی؟ caring، خیلی خیلی عزیزم چی میشه فارسی؟ کرینگ خیلی اهمیت میدی به بقیه، حواست به بقیه هست. آرام کن. ببین بزرگترین چالشت بعد از مهاجرت چی بوده؟ دوست دمت، آدم وقتی مهاجرت میکنه اولین چیزی که از دست میده
دوستای صمیمی شن، دوستای خوبشن، و ساختن دوست سخت‌ترین کاره. دوست صمیمی، دوست واقعی، خیلی سنگین‌ترین. پراکسیمیتی نزدیکی دوستا شاید دست میده. من هنوز با دوست مثلا اون موقع داشتم در تماسم، حرف میزنم، نیچرش خب همون دیگه، ولی نمیتونی بری بیرون باهاشون. بعد مثلا اون موقع که تو احتیاج داری با اینا حرف بزنی خوابم بیشتر مواقع. آره، بعد مثلا یه هم این که مثلا تا اون موقع بیدار شه، اولا تو دیگه قرت تمام شده نداری بزنی. اون حست که آره میخوام بزنی. آره اگه چیز خوبه ممکن میدونی، like حالا چیز خوب آدم شیر میکنه، ولی اصلا یه چیزی که تو دوست رو میخوای که با هم، اولا این چیز حالت هم تخلیه روانیه هم سپورت روانیه اون یکیه، هم اون دیگه با تو شیر نمی کنه، میگه بلش کن مزاحمش نشم، هم تو با اون شیر نمی کنی، بعد ناخودآگاه خیلی خیلی کمتر حیفه دیگه. اون خیلی سنگین ترین چیزی که بود این. کاش میشد هم دوست داشتم بذاره. البته من که آمدم کانادا، یعنی ببین یه مدتی رسما فایل مهاجرت دو تا دوستام راه انداختم. آره منم واسه دوستم اپلای کردم ولی ریجکت. نخه اونا به من مدارکشون نده. اگه دارین میبینین جفتتون رو دارم میگم. حالا دوست من داد ولی ریجکت شد نبوده، اونا مدارکشون ندم و الان من میتونم که خب خیلی زندگی براشون سخت‌تر شده. من معتقد هستم غایت زندگی همه اینه که از ایران بیان بیرون. آپشنش آپشن خوبیه. تو چطوری حلش کردی یا میکنی؟ خواستم فقط اینا میگم، به علاوه این که خب بدم از خانواده دور میشه، من خب تنها اومدم، مام بابام و برادرم هم همزمان موف کرد تورنتو اکچولی، ولی مام بابام خب خیلی سخت بود، ولی چجوری حلش کردم والا هنوز درکش سعی کردم که آره، یعنی واقعا تو بی آنست چیزی که سخته و من در مورد صحبت میکنم اکچولی، دو تا از کسایی که میشناسمشون مثلا ایده بیزنسی تو این زمینه داشتن که مثلا اونا مهاجر بودن، اونا هم همین پین و همین درد و چشیده بودن، مثلا با ایده جالب بود که اینا دوتا آدم مختلف بودن و من این دوتا رو با هم کانکت کردم چون دیدم ایده هاشون عین همه و خیلی شبیه همه. آره که مثلا رو همین کار کنن، من هنوز دارم آگاهانه سعی میکنم روش کار کنم و آدمایی رو که پیدا میکنم که میبینم که با هم حرف مشترک داریم، از حرف زدن با هم لذت میبریم، خب اون نرچر میکنم، اون رابطه رو سعی میکنم مواظبش باشم، آب بدم بهش. یه باوری محدود کننده راجع به این دوستی خارج از ایران هست. میدونی چیه؟ خیلی میگم یه باور محدود کننده در مورد دوستی سطحیه. اون باور محدود کننده باشه. آره ولی من از روزی که آمدم اینجا یه نفر که الان که دوسته خیلی نزدیک منه، خیلی جالبه، این به من گفتش که ساماز دیگه هیچ، مثلا 2 سال قبل از من اومد گفت دیگه هیچ وقت دوستی اینجا اصلا به عمق دوستی ایران نیست. تمام. همین گفتم دیگه سطحیه. نه از اون گفت که هر چه آدم زمان بگذره بازم نمیتونی عمیقش کنی. آره. گفت اونجا ساختی، در حالی که من اصلا دوستی که با این آدم اینجا دارم عمیقه. البته خب یه عالممو موو کرد. میدونی جالب چی بود روشنک؟ من اینو دیدم. برعکس حرف اون، ما دوتا با هم اینجا سختی کشیدیم. آها. سختی دوتایی آره نزدیکتر. آره اتفاقا دوتایی با هم یه جایی هم همکار بودیم با هم، یعنی به چنگ و دندون زندگی همونو بردیم جلو، بعد با هم بزرگ شدیم. نایس. اون همش میگفتش که نه اونجا دوستی که تو دبیرستان داشتی دیگه اینجا اتفاق نمیفته، در حالی که اصلا به نظر من همچی چیزی نیست. میشه جالب بود که اینو گفتی، چون که خب دقیقا همین که گفتم سطحی، دقیقا منظورم بود که به اون عمق اون رابطه، اون دوستیه که تو ایران داشتیم نمیرسه، چون اونایی که تو ایران بودن یا تو دبیرستان یا تو دانشگاه یا سر کار یه جایی شکل گرفته و اینجا مثلا احتمالش کمتره که همچین چیزی پیش بیاد. ولی میاد وقتی تو توی بازه ای، به خصوص اون اوائل میتونی مرز گذاری کنی، میتونی با طرف بری جلو، حواست هست که یه سری چیزا با هم قاطی نشه، واقعا خیلی انگار با هم تراش میخورین. خش خش من فکرم تو خیلی خوب تو این زمینه، هم خیلی خوبی هم این نیده هست، یعنی الان تو ذهن من نمید که اولا که کورس رابطه که داری خب اون 100% خیلی کمک میکنه به اینکه اول آدم رابطهش با خودش خوب بشه، بعدم بدونه که رابطه
چه قوانینی داره، چه کارهایی باید براش کرد. ولی اگه اون کورس رو یکی 10 سال پیش به من داده بود، من خیلی وضعم بهتر بود. اون نتیجه همه شکستای منه. خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه، با ارزشه. متشکرم متشکرم متشکرم، خیلی ممنونم. ببین، وقتی خیلی ناامید میشی چی کار میکنی؟ یاد یه چیز، آره یاد یه چیز بفهم، اینکه وقتی من اومدم امریکا هی یه سری چیزا که درست نشده بود، طول میکشید، نداشتم، میدونی خیلی چیزا بود که نداشتم. پسرموی بابام که اینجا بودن و من اول که اومدم خونه اونا، همیشه سنشون خیلی بالا بود و همچه به هم میگفتن که درست میشه، هر چی میگفتن میگفتن درست میشه، انقدر میگفتن درست میشه که من دیگه احساس میکردم که حالا ای بابا بابا هرچی به هم میگم که مگه میشه درست میشه. ولی الان میبینم که آره همه چی درست میشه، یعنی مام بابام دورن درست میشه، بالاخره میام، نمیدونم تنهایی سخته بالاخره درست میشه، کار پیدا نمیشه بالاخره درست میشه پیدا میشه، نمیدونم پول کم داری بالاخره درست میشه، هر چی که زبانت احساس میکنی سخته بالاخره درست میشه، حجم کار زیاده درست، همه چی درست میشه. و آره این اینو که یادت بمونه و باور این که بدونیم امروز سختی امروز، اون اتفاقی که امروز داره میفته، همه قشنگی ها بعد اونه و بعد این سختیه باعث میشه داستان زندگی من قشنگ تر بشه، داستان زندگی من با ارزش تر بشه. وقتی که من داستان زندگی رو شیر کنم، به اشتراک بذارم با دیگران، حداقل زندگی یک نفر دیگه باهاش تحت تاثیر قرار میگیره و شاید همون باعث بشه که اون یکی هم که یه روزی ناامید شد مثل امروز من، اونم بیاد بیرون ازش. سو اینجوری فکر کنم با این کارا، به علاوه خب تغییر فیزیولوژی، فوکس لنگویج، تغییر، با اونا درست میشه، با اونا آره درست. اینا همه فوکس دیگه، آره فوکس. تو نشستی اینو من بگم اینجا الان، آره اگر اینکه تو برای هیچ کدوم از این چیزایی که به خاطرش ناراحت بودی چالش داشتی، نشستی دیوار نگاه کنی تابلو بیفته پایین، پاشدی براش تلاش کرد. یک. دوم اینکه حالا میگی مثلا مامان بابام دورن درست میشه، درست شدن الزامی نیست که بیان پیشه، درست شدن یه تیکه بزرگش اینه که من یاد میگیرم با نداشتن اطراف نزدیکم، نزدیک خودم از نظر فیزیکی نزدیک بودنشون، اون وقت کنار بیام، میدونی؟ یاد میگیرم که چجوری اینو اجاستش کنم. من مطمئنم تو اول اجاست کردی، بعد درست شدنشون درست شده اومدن. آره آره و اصلا نگفتم آسونه، خیلی هم سخته خیلی کارا، ولی مهم اینه که بدونی درست میشه، اونش خوبه. من با مامانم که حرف میزدم اول که فیس تایم میکردیم، دستم میذاشتم رو صفحه موبایلم که مامانم رو نبینم، نمیتونستم تحمل کنم که مامانم ببینم باش حرف بزنم. آره اینطوری حرف میزدم، خب مامانم که نمیدید دستم روه، من دستم رو صفحه موبایل بود، این شکلی حرف. آره ولی I'm so happy الان به خاطر اینکه تونستم. آره آره دارم فکر کنم چقدر سخت بوده. آره هیچ چیزی هم نداشتم by the way تا یه سال ببین ببین، برگرد به اونجا که گفتی اصلا آسون نیست. این همون چیزی که تونی هم همیشه میگم، همیشه 100 دفعه گفتم، هر چیزی که باعث بهتر شدن کیفیت روابط و زندگی ما میشه آسون نیست. تمام. هیچ کدوم، یعنی یه دونه چیز تو به من بگو که باعث بهتر شدن کیفیت زندگی و رابطه تو شده و برای به دست آوردنش هیچ کار نکردی، نشستی زاداک اومده تو سرت. آره بخری هم بخوای ببری، باید بری بخری. آره آره و اگر یک کاری انجام دادیم که فکر میکنین این آسون بود، به خاطر اینکه شما آماده بودین براش، به خاطر اینکه شما اون کار رو که باید میکنین کردین و توی دایره ذهنی شما اون آسونه. اگه زبانتون خوبه چون زبان خوندین، اگه یکی میگه زبان سخته به خاطر اینکه اون زحمت رو نکشیده. یعنی همه این چیزا اینه که ما انتظاراتمون رو مقایسه میکنیم با اتفاقاتی که داره میفته. اگه انتظارمون خیلی بالاه، خب اتفاقی که میفته همیشه اینجوریه که اه نشد، به این نرسیدم. ولی اگه بدونی انتظارات تو باید درست منیج کنی، مدیریت کنی، انتظارات درست بذاری، به جاش روی خودت و زحمتایی که میکشی کار بکنی، اون وقت سطح استانداردات رو میتونی ببری بالاتر. اون وقتی که همیشه احساس میکنی آسون بود، میری جیم، میری ورزش میکنی، همه عضلات درد میگیره، ولی نمیگه سخت بود، میگه همه جام درد میکنه، یس خیلی خوب بود، رایت لایک قشنگ معنیش تو ذهنت تغییر میکنه، وگرنه میزان سختیش برای همه همونه، برای همه سخته فقط تو. آفرین. آره دقیقا.
Raise your standards. Yes. Baby. خب بزرگترین پشیمونی زندگی چیه؟ پشیمون؟ خب من چون همین چند ماه پیش، 2 ماه پیش یه اتفاق بعدی برام افتاد که اون باعث شد اون لحظه به این فکر کنم که اگه من الان مرده بودم چی؟ از یه که گفتم آره آب بخوری این اول از همه. من دیهایدریشن شدید داشتم از بیابی 2 روز فقط یه ذره آب خورده بودم، حواسم به تونی جان بود که قش کردم و آره اونجا با خودم به این فکر کردم، البته خیلی وقت به این فکر میکردم که من چطوری زندگی کنم که اگر موندم خیلی اوکی باشم با این قضیه که موردم دیگه تمام شد. آره به خاطر بهش فکر کردم و واقعا پشیمونی ندارم، یعنی I know که I did my best، واقعا هر جا تونستم بهترین خودم رو گذاشتم. خب همیشه جا برای بهتر شدن هست، یعنی امیدوارم که اونقدر که میتونم مثلا به همسرم تونسته باشم عشق بدم، اونقدر که اون منو ساپورت میکنه تونسته باشم به اون نشون بدم که من چقدر ازش ممنونم، یا من اونو ساپورت کردم تونسته باشم به مام بابام نشون بدم چقدر دوستش دارم، تونسته باشم به دوستام همینو نشون داشتم. بقیهش اینه که من دوست داشتم تو این دنیا یه تأثیری بذارم و اول دلم میخواست روی خیلی تأثیر بزرگی بذارم، ولی اونو تغییر دادم به اینکه من اگه روز زندگی یک نفر تأثیر بذارم I'm happy، و میدونم که خدا رو شکر روی زندگی حداقل یه نفر تأثیر گذاشتم، در نتیجه اون قسمت مأموریتم واسه این زندگی آره خوشحالم بابتش و میدونم هر روز دارم اینطوری زندگی میکنم، در نتیجه بابتش کاملا کاملا خوشه. خب خدا رو شکر. روشن آخرین باری که گریه کردی کی بود؟ گریه گریه همون ایونت تونی که داشتم میمردم. خیلی آره آخر بار که گریه کردم وقتی که اونجا به هوش اومدم، دورم پر دکتر و آدم و همه آدم ها دورو برم بودن، وقتی بیدار شدم به هوش که بودم فکر کردم دارم جیغ میزنم خیلی، و وقتی به هوش اومدم خیلی ناراحت بودم از اینکه دارم جیغ میزنم، در نتیجه خیلی مثلا اونجا گریه، البته آره دیگه گریه هم گرفت و اینا، میخواستم بگم شاید گریه واقعی نبوده. قصه اینه که یک تصویر وحشتناک رو داشتی میدیدی و به خاطر اون تصویر وحشتناک داشتی تو اون حالی که توی اون مثلا بگو خواب بوده یا هرچی داشتی گریه میکردی، حالا بهش فکر نمیکنیم الان، جیغ میکشیدی و نگران بودی که اون جیغا توی یعنی تو خواب فقط نبوده باشه، وسط ایونت تونی رابینز تونی فکر کن یک این جیغا نگران اون بودی که تو ایونت رو نریخته باشی به هم. دقیقاً من به اون دقیقاً که اصلا ریخته باشی چه اشکال داره؟ آره دیگه گفتم کیرینگ تو ماچ گفتی سه تا کلمه بگو دستوزه. آره کیرینگ دیگه آره، ولی اون حسه خب به هر حال حس بدی بوده دیگه، الان ما نشستیم دوتایی ریلکس و آبمونو خوردیم و چایمونو میزنیم و آره من دارم توت خشک هم میخورم دهنم شیرینه دارم میگم حالا چه اشکال داشت که دادم میکشیدی، ولی تو وقتی تو اون حال بد و اینا بودی خب معلومه با اون استرس و استراب و انگزایتی معلومه. آره خب حالا اونو گفتیم، یه چیز خوب بگیم، یه خاطره خوب از کودکیت بگو. دوباره اولین چیزی که اومد تو ذهنم خیلی کوچیک بودم، پنج سالم بوده یه دفعه یادمه که شمال بودیم با همه خانواده و همه خیلی زیاد بودیم، اون مدلی که همه میرفتن شمال بودیم، بعد یه بچه کوچولویی تو فامیلمون بود فکر کنم 2 سالش بود، بعد من یادمه که داشت راه میرفت، بعد رفت به سمت یه تیکه چوبی که روش پر میخ بود، از این ور میخ زد و همه میخ از اون ور در اومد، من فکر کنم 5 سالم چون مامانم حامله بود به خاطر فکر کنم که همون 5 حدود 5 سالم دیدم که این دختره رفت که این چوبه رو برداره که روش پر میخه و هیچ مامان بابایی حواسش نیست، و من دویدم و اون چوبو من برداشتم که این برداره من عقلم هم نرسید که خودم رو زخمی نکنم، دست خودم زخمی شد، دست خودم برید، ولی خیلی خوشحال بودم که نجاتش دادم. همیشه مثلا
قشنگ اون حسه یادمه که چقدر احساس چون غرور میکردم که من این بچه کوچیک رو نجات دادم. این خاطره خوبی بوده. آره خیلی این همیشه از بعد میگی بچگی این یادم میفته که اونجا مثلا اینو نجات داشت. چیز بودی، منجی بودی. آره الان برگردی به روشنک 18 ساله یه نگاهی بندازی و بخوای بهش دو تا چیز بگی، حالا پند و اندرز و اینا نباشم نبوده، هرچی، به روشنک 18 ساله الان با دانش با برداشت های امروزت از دنیای اطراف چی میگی؟ بکنم میگم به خودت باور داشته باش، تو بیشتر، نمان. خیلی بیشتر، خیلی بیشتر به خودت، یعنی هر چی فکر میکنی باور داری بازم برو بیشتر باور. غیر ممکنی وجود نداره. نداره. خب حالا به من بگو که کدوم لحظه زندگی تو دوست داری دوباره همون شکلی تکرار شه یه بار دیگه. اوه کدوم لحظه زندگی چیزای مختلف میاد توی جنبه های مختلف، چیزای مختلف میاد تو ذهنم. دوتاشو تعریف کن، ما به تو آپشن دوتا رو میدیم. یکیش بدجنسیه. بابا دیگه همه این، من یک انسان فلان، دوتا بدجنسی بگو، من یه دفعه خودم باید خودم مصاحبه کنم بدجنسی هم بگم تموم شده. آره همین سوالاتو بفرست برای من و من اینترویو کنم. البته هم تو آماده ای قبول نیست، من اصلا بابا اصلا بهش فکر نمی کنم، قشنگیش اینه که یه دفعه سورپرایز چی خوده. خب حالا بگو ببینم. خب من بعد بجنسی رو بگو. آره من بجنسی رو بزن کنم. این من تخمه بیارم، تخمه تخمه چخ 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 چخ. من وقتی که اومده بودم امریکا بعدش مثلا یه سال و نیم بعد رضا اومد که الان همسرمه، بعد اون موقع ما همون میشناختیم ولی دوست معمولی بودیم. بعد اون اومد اینجا، من میخواستم خیلی تجربه خوبی داشته باشه، میبردمش اینور میگردوندم فلان، اینجا رو ببین اونجا رو ببین، همه راه و چاه رو بهش میگفتم مثلا فلان. بعد کم کم چون خیلی با هم گشتیم، من خب خیلی من از قبل بهش خیلی اصلا چون خیلی ریسپکت بهش داشتم، خیلی قبولش داشتم، مثلا خیلی چیزها رو ازش یاد گرفته بودم. مثلا اولین بار که بچه بودم من تد شنیدم چیه، تد تاک چیه، از رضا شنیدم چون از من 4 سال بزرگتره. بعد و اینکه ما از قدیم هم میشناختیم، دوست خانوادگی. بعد وقتی اینجا بود و هی میگشتیم و اینا، من هی بیشتر و بیشتر از رضا خوشم اومده بود، در هر حال دلم خواست که مثلا خب بگه یه چیزی بگه مثلا اینا نشون بده و اینا، اصلا نشون نمیده. بعد که دلیل خیلی قشنگی خودشو داد، بعد من یه بلیت گرفتم برای اولین بار برم ایران. اون موقع مثلا بود 2 سال بود اومده بودم، انگار یه شیش ماهی بود که مثلا با رضا هم یاد کرده بودم. بعد من رو برد فرودگاه خدافزی کنیم، بعد اصلا رضا مزنوز که خدافزی شونه من هم دارم همه چیز رو دور. بعد اینطوری اومدیم خدافزی کنیم و خیلی هم رضا هاگیه، از قدیم هم همه رو بغل کلا مدلش مدلی، بعد اینجوری هم بغل کردیم. میخوام بگم هنوز هیچی مثلا بینمون نبود، من خیلی دوستش داشتم ولی رضا هیچی نشون نداده بود. و همون که بغل کردیم که خوب هم نشون نداده بودی دیگه، دیگه فقط واضح، نه من خیلی واضح احساس دادم. واضح. وای وای وای، جوسی تر شد. بعد اینجوری همو بغل کردیم که مثلا خداحافظ، مثلا من دارم میرم ایران اون برگرده هست دلی دیگه، اینجوری هم بغل کردیم. و اینطوری که دستش اینطوری بود، رضا اینجا بود دستش اینجا بود هر جا که بود مثلا اینجا بود، بعدن دیدم که اینجوری داره یواش که اشکشو پاک میکنه. خلاصه آها اینجا بود دیگه، دیدم داره اشکشو پاک، وای انقدر من خوشحال شدم. این کجاش بدجنسی بود؟ چیکار کردی؟ ناراحتی اون خیلی خوشحال شده بود به خاطر تو، ناراحت بود داشتم میرفتم دیگه، تازه فهمیده بودم که خب عشقشه، حالا من فکر کردم چیکارش کردی؟ نه بدجنسی کردم تا حالا ولی نه برای رضا نه برای برادر. ولی آره بعدم که رفتم ایران دیگه کلا خیلی ناراحت بوده و اینا دیگه، من هر وقتی فهمیدم خیلی خوشحال شدم. این خیلی خوب بود، خیلی خوب. حالا من واقعا یه تیکه زندگی دوست داری دوباره تکرار بشه، اون حس احساس آفرین.
آره حسش دوباره تکرار بشه، نه عملش چون خیلی سخت بود، ولی حسش دوباره تکرار بشه. بعد فایر واکم، بعد این که از راتیش رد شدم، اون لحظه که تموم شد و رد شدم و عقب و نگاه کردم و آتیش رو پشت سرم دیدم، اون لحظه اصلا بال به من میده. انقدر تعریف من کن، میخواستم بپرسم الان از حالا که گفتی. فرقا کن آره تعریف کن. آره ای فایر واک، راه رفتن روی آتیشه که تونی توی اسم سمینارش کدوم بود؟ UPW Unleash the Power Within. تونی رابینز یه ایونتی داره که 4 روزه است. بعد ایونت های تونی اینجوریه که مینیموم 12 ساعت در روز داری یاد میگیری، باید میره مثلا 16 ساعت اینا هم هست. بعد UPW نمیشینی ها سر پایی همش نمیذاره داشتی دم داده باشی رو مب داری تونی حرف میزنه ابدا، تو همجور میپری بالا میای پایین، میپری بالا میای پایین. آره واقعا واقعا تونی نمیذاره بیشتر از یعنی زیر 1 ساعت بلندت میکنه. و این ایونت 4 روزه است و اولین باری که من رفتم اکچولی رضا برام بلیتشو خریده بود و کادوی رضا بود به من. آره و من چون میدونست من تونیو خیلی دوست دارم برام اینو گرفته بود و منم هیچ ایده ای نداشتم. منم از اینام که به من نگید، من نمیخوام بدونم، مثلا فیلمم هم همینجوری هم نمیخوام تهشو بدونم. بعد این ایونت هم من نمیدونستم مثلا چه خبره، فقط خواستم برم. بعد شب قبلش مهمونی بودیم، بعد این دوستان گفتن که خب حالا از رو آتیش هم میخوای رد چی؟ و من اینجور بودم آتیش؟ بعد ولی خشکی هم به قول معروف بالا نیمونم، خیلی شیک اینجوری دارم میبینم چی میشه. بعدا حالا اومدم خونه، بعد این خیلی سال پیشم بود، بعد پولش هم خیلی برای ما زیاد بود پول بیلیتش. بعد دور بودم که ته ذهنم خنده بود، ته ذهنم احساس میکنم اگه واقعا آتیشه و از رو آتیش باید رد شیم، اگه من رد نشم خب یه بخش از پولمون هدر میشه. عزیزم رضام داشت بات میمد، نه خودم تنها میرفتم. برای تو خودش رفته بود قبلا؟ نه رضا فقط بر من گرفته و رضا قبلا مثلا توی ایران سری مثلا چیز، ولی مثلا خیلی ساپورتیوه، ولی مثلا خودش من اوه نمیخوام. آره خودم نه. نگران حلال کردن پولش بودی. دقیقا ببین در چه وضعی، ولی همش قشنگه. دلیل این که به اشتراک میذارم همینه، میدونم خیلی ها اینجوری هم که کلاس میذارم ما از اول پول دار بودیم فلان بودیم whatever. واقعیت اینه که خیلی پول زیادی برامون بود و واقعا اینه که ته ذهنم اون موقع اینطوری میگفتم که خب هرون میشه پولمون و اینا. بعد اون موقع فکر کنم 700 دلار بود واسه یه سال مال 6 7 سال 7 آموست یا آموز 7 سال پیشه. بعد آره 2017 بود و این که مثلا خیلی هم خب اون موقع هنوز من 3 سال بود اومده بودم، بالاخره خیلی فرق. بعد از رضا پرسیدم رضا نظره چیه مثلا به نظر من از رو آتیش رد شم. بعد اونم گفت خب برو ببین چی میشه، شاید اصلا یه چیز سیمبالیکه، مثلا سمبل یه چیزیه، واقعا آتیش نیست. من گفتم آره ممکنه واقعا آتیش نیست، مرچ هم نکرده بودی من همینجوری. میگم اصلا دوست نداشتم بدونم. بعد فکر کردم حالا روز آخر حالا تصمیم میگیریم، نه خیر روز اول، شب روز اول مجبورت میکنن روز اول تصمیمتو بگیری. تصمیمتو بگیر. آره و حالا جالبش برامونه که نمیدونن چیه، اینه که از صبح اینا هیزم میذارن، چوب میذارن و آتیش میزنن و تا شب این چوبا تبدیل میشه به زغال. شب میان لاینای مختلف، مثلا هر خط فکر کنن 3 متر، اینا اگه بخوام به متر بگم حدود 3 متر زغال داغ میچینن. بعد هر خطی چیز خودشو داره دیگه، دیتیلشو نمیگم، آدمایی هستن که مواظبت هستن اگه یه موقعی که داره میسوزه سریع از راتش برش دارن و اینا، ولی اینجوریه دیگه. خلاصه من اونجا با اینکه خیلی اول میترسیدم، ولی گفتم اگر این همه آدم دارن انجامش میدن منم انجامش میدم، I can do it و میرم و فلان. رفتم و حالا نوبت من که رسید یه خانم خیلی قولی جلوی من بود و اینطوری هم وایساد و من نگه داشت گفت ها نفر جلوی من ترسید، وقتی به ترسید سریع از لاین میرن بیرون، اصلا نمیتونی دیگه رد بشی، تموم ترسید اونو بردن جلو. لذا من من که گفتم چرا، برای اینکه وقتی میترسی این دیسایسیونس میاد، یعنی عدم تصمیم گیری در لحظه میاد برات، و برای همین ممکنه بیشتر از حد نیاز رو هر استپت رو هر قدمت مکس کنی و اون خطرناکه. و اصلا از اولی میسوزی، برای اینکه اصلا اینکه تو چه استیت آف مایندی هستی، تو چه کجاست،
برای اینکه حالا بهتون میگم درسش چی بود، برای اینکه خیلی قشنگ بود، ولی اینکه تو کجایی، اینجایی یا اینجایی خیلی مهمه. اگه اینجا باشی سوختی تمومه. و این خانمه خب وقتی میترسی یعنی تو منطقتی، right؟ منطقت اینه که آتیش میسوزونه، خیلی منطقیه و قطعا میسوزونتت اون شکلی بری جلو. و این خانمه ترسید، بردنش جلو، بردنش کنار، نوبت من شد. یه خانمه که مسئول خط بود اینجوری من اینجوری وایساد که من نبینم، اینجوری روش کردم و گفت فرش کولز، که یعنی زغال داغ بریزین. بعد منم فضول و حتما نگاه میکردم، درجه منم اینجوری نگاه کردم، دقیقا این صحنه رو دیدم که با بیل، بیل بود دیگه، با بیل زغال داغ ریختن روی چیز، بعد اینطور این بارقه های نارنجی آتیش اینجوری رفت بالا. به کجا صحنه قشنگی ده. بعد دیگه این خانمه رفت کنار رو، منم اینجوری رد شدم و خودم باورم نمیشه، یعنی اصلا unbelievable که چه اتفاق افتاد. و اینجا رد شدم و نسوختم، رستم به تهش. و تهش که میرسی یه مثل چمن مصنوعی خیسه، خیسه خیس با شلنگ آب هستن که پاتو همونجا میشورن که اگه اون زغالی به کف پات چسبیده سرد بشه، بعد میری کنم. این اتفاق افتاد، اومدم کنار، برگشتم عقب که نفر بعدی داشت میمند، نگاه کردم اصلا هیچی نمیتونه اون صحنه رو، یعنی نمیتونم بگم شرحش بدم که چه حسیه. آره ببین الان تنم موره، زغال داغ داغ داغ، و شبم هست دیگه، آخر شبه، ساعت 12 شب، تاریک، زغال داغ داغه و این کوره آتیش ازش داره هنوز میاد بیرون، و تو میگی من از روی این رد شدم رسیدم اینجا آره و نسوختم. و نسوختم. حالا ببین آدمایی هستن که میسوزن، البته حالا ما آره من خودم سوختم، من دفعه دوم رد شدم سوختم. حالا برگرد بگو که چرا به نظر تو چرا تونی این قسمت رو گذاشت تا روز اول، بس توضیح بدیم دیگه. حالا فقط فکر کنم ما تونی ملت رو میسوزونه. خیلی این درس قشنگی داره، به خاطر اینکه تو که واقعا میدونی آتیش میسوزونه، منطقا آتیش میسوزونه، و وقتی رد میشی و نمیسوزی میگی what else، دیگه چه چیز دیگه ای هست که من باور دارم 100% درسته ولی میتونه غلط باشه، دیگه چه چیز دیگه هست که فکر میکنم که امکان نداره بتونم انجامش بدم ولی میتونه. من از روی این همه زغال رد شدم و تونستم، دوستم رد بشم، با ترسم مقابله کردم. دیگه چی کنم تونم بکنم؟ من دفعه دوم که رد شدم که سوختم، درس بیشتر گرفتم. من درسی که ازش گرفتم این بود که بعد اینکه من از روی ناتیش رد شدم و بعد اینکه ایونت تموم شد، خیلی از کسایی که دوستام که خودشون ایونت های تونی رابینز نرفتن یا هیچ وقت اهل رشد و خوندن کتاب و کار کردن روی پرسونال دیولپمنت و رشد شخصی و فردی و اینا نبودن، خب خیلی پیش میاد که آدم رو مسخره کنن، آتیشش مصنوعی، آتیشش نمیسوزونه، زغالش فلانه، فلونش بهمانه، زغالش خوب نیست. زغالش خوب نیست. آره در نتیجه ناخودآگاه این رو من اثر گذاشته. دفعه بعدی من جزء تیم تونی رابینز بودم، جزء کرو ممبرها بودم، و وقتی رسید به فایر وال، وقتی رسید به راه رفتن به آتیش، بعد اینکه همه پارتیسیپنت ها شرکت کنند و رد میشن، اگر کسایی که جزء تیمن میخوان رد بشن اونا میتونن، و من رد شدم و این دفعه با پررویه تمام و اینجور بودم که of course من I did. من یه بار انجام دادم دوباره میتونم و اینا، رد شدم و از قدم اول سوختم، سوختم، یعنی همینجور قدم برمیداشتم فقط اینطوری داشتم میمردم از سوختن زیاد، و رستم اون ته و اینجا هم گریه کردم برای اینکه واقعا داشتم میسوختم. و یادم نمیره هر چقدر آب و ما بریختن فایده نداشت، خیلی سوخته بود و کف پام هنوز ردش یکمش مونده. این همه سال گذشته، بعد یک کرم و اینا با اینجور پماد اینا بهت دادن و آره دیگه یادم نمیاد، خودم زدم بکنم چیزی یادم نمیاد داده باشه، ولی چون اونجا دارن اصلا آره همه چی دارن، نمیدونم دیگه، من نمیدونم چون نگرفتم یا هرچی. ولی درسش چی بود؟ درسش برای من این بود که دو تا درس مهم، یکی این که تو، یعنی من،
به جای اینکه به خودم باور داشته باشم و اون کاری که خودم کردم و نتیجه گرفتم، اومدم باورم رو گذاشتم روی دوستاییم که هیچ وقت حتی اون کارو نکردن. آه و یعنی تو با حرف اونا، با تأثیر حرف اونا رفتی اونجا رو. تاثیر حرف اونا نرفتم، ولی حرف اونا رو من به خودم شک کرده بودم و باور کرده بودم که شاید این آتیش علکیه، در نتیجه از روش رد شدم دوباره بدون اینکه آماده باشم. خب درس دومه این بود که میخواستم بگم که وقتی تو آمادگی نداری، آمادگی ذهنی نداری، مایندست آماده نیست، که اول حرفم گفتم 80% موفقیت هر بیزنسی از مایندست یا طرز تفکر بیزنس اونرش میاد، برمیگرده به اینجا که من اون موقع طرز تفکرم آماده نبود. من یه آدم انگار با غرور داشتم میرفتم، چون اینجوری بودم که من این کار قبلا کردم بازم میتونم، به جای اینکه فکر کنم که necessary step ها، قدم هایی که لازمه برای اینکه من آماده بشم که این کارو بکنم چیه، نه اینکه من چون قبلا کردم پس من الان خدای این کارم. Right؟ پس چون من اومدم state of mind درستی نداشتم، طرز تفکر درستی نداشتم، یعنی یه کار مشابه ها انجام دادم ولی دو تا نتیجه متفاوت گرفتم. پس اگه تو زندگیمون میبینیم که کس دیگه داره یه کار انجام میده و ما فکر میکنیم همون کار رو عیناً انجام دادیم ولی نتیجه های مختلف گرفتیم، بدونیم که ممکنه چیزایی هستش که دیده نمیشه، مثل طرز تفکرمون، که این دو طرز تفکر ما دوتا با هم فرق میکرده. یا یه کاری از خودتون انجام دادین، قبلا با یک طرز تفکر انجام دادی، الان با یه طرز تفکر دیگه انجام میدی، میتونی یک جواب متفاوت بگیری، لزوما جواب مساوی نمیگیری. یه درسش بود. درس بعدی این بود که من واقعا انقدر حرف دیگران رو به جای اینکه به خودم باور داشته باشم، باور کرده بودم که آتیشش نمیسوزونه و اصلا اینا فیلم بوده، منم کار خاصی نکردم، از روی حالا یه چیز گرمی رد شدم ولی اونقدر داغ نبوده که من بسوزم. در نتیجه من به جای اینکه به خودم باور داشته باشم و به اینکه من روی این آتیش داغی که جلو چشم هات کولز ریختن اونجا، به جای اینکه به خودم، به چشم، به پام، به حسم، به همه این چیزا نگاه کنم و باور کنم، به خودم باور داشته باشم، به خودم، به به حرف مردم، right؟ حرف مردم رو اولویت قرار دادم و فکر کردم که آره این که چیزی نیست و رد شدم و سوختم و یاد گرفتم که next time اگه خودت یه چیزی رو میدونی به خودت اطمینان کن، به خودت شک نکن، خودتو باور داشته باش. باریکالله، چه خوب بود در این لحظه برای درد. عجیب ترین چیزی که در مورد خودت شنیدی چیه؟ شایعه طوری از زیرا به یکی رو زدم اصلا یه خانومه تو ایران بود، یه خانومه تو مفهن کار میکرد که اولش که من استخدام شده بودم، یه آقایی اومد به من گفت که این خانومه داره به همه میگه که تو پشت سر نمیاد، اصلا یادم نمیاد چی گفته، یه چیز اینجوری که مثلا من رفتم زیرا به یکی رو زدم یا زیرا به نمیدونم که یادم نمیاد اصلا، چون اصلا مهم نیست، ولی شاخ دارترین دروغی بود که میتونست در مورد من گفته بشه، چون من I hate اصلا از غیبت متنفرم، از دروغ متنفرم، ولی رسما اومده بود این کارو کرد بود که اصلا من نمیفهمیدم که چرا باید یکی این کارو بکنه. 2030 این موقع جلوی دوربین نشسته باشیم داره راجب چی داشته باشیم صحبت کنیم، چه شرایطی دیده داشته باشیم در مورد این که دلم پیکچری که اومد تو ذهنم، تصویر که اومد تو ذهنم، دلم میخواد یه آدم متواضعی باشم با یه عالم کارهای خفن که کرده و تصور کردم این که اون کسایی که دارن گوش میکنن انگیزه بگیرن، اینسپایر بشن که آره مثلا این آدمایی که دارن اینجا حرف میزنن و اینقدر آدمای خفنی هن، مثلا ویدیو 7 سال پیششون رو بریم نگاه کنیم با یادش بخیر، بعد مثلا موقع خفن بودن نه مثلا خیلی دیگه خفن یعنی چیه معنایی از خودش متساعد کن آقا گوری 7 سال، آقا 7 سال خیلیه، ولی آها با روشا چشه تا اینجوری کنی تمومه، نه منظرم بود باز بودتر از 7 سال به اون جایی که میخوام بگم. خب ولی حالا آره ببینید، من خیلی همش که خودم اینو دارم میبینم، ولی خب من
تاثیرم تو زندگی دیگران برام خیلی مهمه، خیلی برام با ارزشه. قضیه ارزش قشنگ. آره خیلی برام ارزشه. و مثلا یه چیزی که دوست دارم، امیدوارم تا اون موقع حتما راه افتاده باشه، اینه که من خیلی دوست دارم یه آکادمی تو ایران بزنم و بچه ها رو اکچولی بهشون آموزش های مهارت های زندگی، این که چطوری یه آدم موفق بشن، چون پایه همه چی همین طرز تفکر است، همین نرم اسکیل های نرممونه. دست آره کرده دیگه، 7 سال دیگه نشستیم داریم میبینیم بچه ها. کاری که اوپرا کرده، مدرسه زده تو ساوت افریقا، بعد این همه بچه دختر بچه با تنم مور میشه، دختر بچه هستن که هی دارن هر سال فارغ التحصیل میشن، پا میشه میره توی چیز مراسم فارغ التحصیلی اونا. او مای گاد، سوپر کول. خیلی آره. یه زمانی از سال اوپرا همینجوری از این چی بهش میگن؟ چیمنت بگو، سپیچی که تو سخنرانی که تو فارغ آکامنتمنت توی اونجا، از این جلسه به اون جلسه، از اون جلسه به اون جلسه، همه هم بهش میگن باید بیای حرف بزنی، چون یکی دخترات اینجا فارغ التحصیل شده، بس تو باید بیای صحبت کنی. آخه آره هر ببین میره و اصلا یعنی it's such a beautiful feel، چه احساس قشنگیه. خیلی خیلی، یعنی بعد ببین برای چی من بچه ها رو دوست دارم، چون که نسل رو عوض میکنن، تمام نسل های بعدی تا چند نسل خوبن. آقا بیایید بچه، نمونه یه نفر که بچه نداره اینجوری داره فکر کنه. من چند وقت خیلی دارم تو فکر کنم دقت میکنی، پستایی که میذارم تارگتش به بچه هاست و رفتار با بچه ها. بعد خیلی هم میگم به ما، چه ما که بچه نمیخوایم، میگم بابا نمیخواین نخواین مهم نیست، من که نمیگم بریم بچه دارش، من منظور من اینه که حواستون به رفتارتون با بچه های دیگه باشه، اطرافیانتون دقیقا ببینید تاثیر میذاریم ما. آره من خودم میافتم ببین به بچگیامون فکر کنیم روشنک، چقدر آدمایی مثل با طرز فکر تو بچگی من و تو، حتی اگه 2 نفرم بودن میتونستن مثلا آدمایی، مثلا من یه دایی داشتم خدا بیامرز اون اینجوری بود، یه آدم روشن فکر خیلی باحال بود، یه روز بعد راجبش صحبت کنم خدایی، آره مثلا دیدش همه میگفتن بابا مثلا فکر خیلی زیادی بود برای زمان خودش. بعد مثلا یه جمله که میگفت تو میرفتی تو باقالیا قشنگ 2 روز بهش فکر میکردی منظورش چی بود، یعنی چی کار باید بکنی اینا، و تأثیر گذار بود میدونی. ببین اتفاقا خیلی جالب اینو گفتی، توی هر خانواده ای یکی هست، خب و اگه تو خانواده شما که دارین میبینین کسی نیست، شما اون آدم باشین. آره باشید، اون آدم باشید، نه برای اینکه بعدم بگم وای فلان این کار کرد و بدون هیچ انتظاری، فقط باشین. یعنی به این چرا این باشینه پشتش خیلی حرفه، یعنی اینکه اینو بریزین دور که اگه کسی تو خانواده ما نبوده پس منم نمیشم، تو میتونی اتفاقا همونی بشی که بعد 2 نسل بعدت میگن که آره ما بزرگ من یا با بزرگ من اینطوری بود. تو دقیقا جا خالی ها سوراخ های خانواده رو میدونی، برو اونا رو پر کن. مرسی، ببین دمت گرم، خیلی صحبت خوبی بود. میسی از خودت، خیلی خوش گذشت، خیلی اولش چیز بود like I was like oh my god چیزایی رو داری میگی که مثلا من اینجوری هم یادم رفته بود، بعد داره یادم آره یه دفعه یادم افتاد اون قسمت اولش دقیقا یه غروبی بود، یادم قشنگ بیلی یه دفعه افتاد که من از کجا، از طریق تونی، بعد از کجا، بعد یه دفعه وقتی شروع کردم افتاد یادم افتاد که استوری شایز آمارودی بود. روزگارانی که به نظر من زندگی خیلی ساده تر از این بود که الان از چقدر همه چی سختتر و پیچیده تر شده. عزیز دلم تو خیلی داری کارهای مختلف میکنی، یعنی اصلا از اون موقع تا حالا با همه همون اصلا، یعنی من چقدر زندگی متفاوت بود. من یه روز صحبت کنیم، یعنی اولین کسی هستی که من باهات صحبت کردم و خودم خیلی با هر سوالم هم خوردم. حالا این سوالا رو من از همه میپرسم و خیلی جالبه، یعنی تو یه چیزی تو من تریگر کردی اینجوری، خیلی جالبه. لایک مایندد پیپل، بچه ها من و روشنک خیلی وقتا با خود با همگی داریم حرف میزنیم، میگیم ای بابا کاش مثلا الان توی شهر بودیم، میرفتیم توی کافی شاپ میشستیم 2 کلمه حرف میزنیم. پس اگه توی یه شهری دنبال بهانه و مانع نباشید، زمان بذارید همدیگه رو ببینید. آره و همو پوش کنین، یعنی
خیلی خوبه، خیلی خوبه. آره و بخیل هم نباش. آره 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 بخیل اگه هستی روح یعنی اگه چیز کنه، رشد کنه، راه برای رشد من باز میشه، نه اینکه چون اون رفته جلو من قراره بمونم عقب، نه، راهو داره وا میکنه، من میتونم راه اونو نگاه کنم، تخت گاز برم، اونم دست منو میگیره. دقیقا. بعد همین طوریه، یعنی آدم بخشش میره جلوتر، چون در واقع مسابقه با هم نداریم، مسابقه با خودمون فقط داریم، با دیروز خودمون. و تو اگه امروز یه روز یه قدم بری جلوتر و دوستت هم ببینه و واقعا دوست باشیم و به اون بگی که من این کارو کردم، من خیلی خوشحالم یه قدم رفتم جلوتر، اونم فردا بهت میگه من این کارو کردم یه قدم رفتم جلوتر. آره آره همه آره چراغ هم روشن میکنیم، به قول آلیشا کیز که به آره کتاب More Myself همینو میگه، میگه ما همه خواهیم نکنیم، وقتی موفق میشی بگو، برای اینکه تو نمیدونی اگه تو این چراغ خودت رو روشن کنی، روشنایی تو این اتاق پخش میشه، فقط بقیه. چراغش رو روشن کنه، در نهایت دنیا روشن برای تر میشه. دوستاتون ها، نه برای هر غریبه ای که اصلا در سطح انرژی و دانش و آگاهی شما نیست، برای آدم های لایک مایندد که میفهمیم حرف همو. بعد به نظر من ما آدم ها به هم نزدیکتر میشیم به خاطر اینکه خب باز میکنیم دیگه، میگیم دقیقا دقیقا. آره همین چیز آدم نزدیکم. و به نظرم خیلی حرفای تو هم مهمه که آدم حواسش باشه، مثل مرز گذاری، مثلا حواس دیگه از اون منم نیفتی، مثلا واسه کسی مثل من که مثلا هی میخواد همش نیهرس دیگرانو میخوره، و یادت هم بمونه که آقا جان اول از همه وظیفه نسبت به خودته، آفرین. اول به خودت اینو بیاید. بگم، اینو من بگم، اگه تو دوست نداشتی حالا بعدم اصلا برش میداریم. روشنک این اولا که من باش حرف میزدم هی میگفت من این کار برای مجانی رایگان این کار کردم، اون کار که من با مجانی رایگان کردم مشکل دارم، بعد یه تایتل هم گذاشته بود تاش از تونی یاد گرفته و هی میگفت اد ولیو کردم، گفتم بابا روشنک دیگه ها اد مور بعد میگفت اد مور ولیو یعنی که بیشتر ارزش اضافه کردم، چیز یاد دادم. بعد میگفتم روشن که این که همش شد اد مور ولیو، کی میخوای به طرف میخواد بهاشو بده آخه این چه زندگی، بعد هرس میخواد چرا طرف گوش نمیده، دت باز اون تاپناچشون بود یادته، اینجا رو اد مور ولیو کردم، اونجا اد مور ولیو کردم. بعد با قصد و نیت و انگیزت هم همیشه از ته دل با اشتیاقه که کمک کنی. من خودم به سختی و بدبختی بهاشو دادم تا یاد گرفتم. اینو سالها پیش این نفر به من گفت، اینو بهت گفتم که پند و پول و بدون خواسته به کسی نده. نایس. گفتم خیلی سال پیش یه خانم تراپیستی تازه بعد از طلاقم باهاش آشنا شدم، حالا من خیلی بد بود، بالبالم میزم تو اون حالت زخمی و داغون، هی میخواستم به دوستان کمک کنم. بعد یه روز من نشون جلوش گفتم یه چیزی بهت میگم تا آخر عمرت یادت نره، پند و این دوتا پرو بدون خواسته به کسی نده. ببین هر جایی من تو زندگیم آسیب دیدم از اونجایی بوده که این دوتا رو بدون خواسته، یعنی به خواسته یعنی چی؟ یعنی تو میای به من میگی من دردم اینه، احتیاج به کمک دارم، تو به من بگو تو چی فکر میکنی سلماز، تو قبل از اون این زیپو باید ببندی چون تو آماده نیستی، شاید فقط مالی درد دل کنی. دمت گرم دوستم، مرسی که اومدی، واقعا خیلی مرسی خیلی مزه داد. مرسی مرسی. بازم یه دفعه دیگه میخوایم راجع به یه سری مسائل دیگه صحبت کنیم، دوباره با هم قرار بذاریم. Alright, باشه، sounds good. مرسی از خیلی خیلی چسبید. آره واقعا بچه ها توی دیسکریپشن این یوتیوب تمام آدرس پیج اینستاگرام روشنک، یوتیوبش رو همش رو میتونین پیدا بکنین و هر سوال دارین برین سراغ خودش بپرسین. مرسی مرسی از همگی که دیدین، مرسی از خودت سوناز، خدافز، موضوع خودت. خدافظ. مرسی. ببین خیلی گفتگوی خوبی بود، قبول نداریم؟ قشنگترین قسمتش برای من این بود که وقتی با کسی که ارزشاش مثل خودته، مدل فکر کردنش مثل خودته، زبان مشترک داره صحبت میکنی، انگار یه چیزی از درونت میاد، هی دلت میخواد که این مکالمه رو به یه روش خیلی متفاوتری ادامه بدی، میدونین؟ و من با روشنک اینو دارم، برای که من یه بامپی رودای بیزینسم رو با اون گذروندم و روشنک تو بیزینس من به من خیلی کمک کرده، خیلی. اگه واقعا دلتون میخواد خارج از ایرانی، داخل ایران هم که کمک میکنه، ولی واقعا میخواین مایندست بیزینس و بیزینستون رو یه جایی عوض کنین، روشنک یکی از بهترین کساییه که میتونه به دالتون برسه.
خیلی حال کردم، موضوع خودتون باشین. مرسی که تا الان نشستی، اگه هنوز تا امروز تا الان نشستی این ویدیو رو دیدی، با منو سابسکرایب نکردی، این ویدیو رو لایک نکردی، لطفا انجام بده، چون تا اینجا نشستی معلومه دوست داشتی. و تو کامنت ها بنویس سوال دیگه روشنک داری، کس دیگه هست بخواد من دعوت کنم، حرفی حدیثی هر چی. موضوع خودتون باشین، بوس به لپاتون و دلتون شاد و تنتون سلامت. بای.